بشم هشم نعسه و نسلی اختورا سیوالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب ایام بسیار عزیز و مقدسی رو شروع کردیم. امیدواریم که بتونیم از این ایام نهایت استفاده و بهره رو ببریم. حالا بگان بنسیون مصافی در دارش خودشون میفرماید این ایام بسیار گرانقدر و ارزشمنده و عریضال اقادوش و مقوبالیم بسیار بحث کردن در مقام و منزلت ایام شواویم که این ایام به لفظ خزال شواویم خونده میشه به خاطر حروف اول پاراشاهایی که در این هفته میخونیم، شموت، وایرا، بو، بشلخ، ایترو، میشباتیم. و نظر هست که میفرمایند در سالهایی که معوبرت هست و 13 ماه هست ما شواویم تت داریم که تروما و تسوه هم به اونها اضافه میشه. می‌نویسن در کتاب‌های مقدس، حراف ادامه میدن که در این ایام و در این هفته انسان میتونه تمام گناهانی که انجام داده در طول تمام سال گذشته رو تیغون کنه و نه تنها این، بلکه تمام گناهانی که در طول تمام زندگیش انجام داده و نه تنها این، بلکه در این ایام خجسته و مهم میتونه انسان تمام گناهانی که در گیلگولهای قبل انجام داده هم تیقون کنه و از اونها تشوبا کنه و برگرده با تلمود تورا و قبول کردن یک میسوا بر خودش بلینه در. البته تعریف میکنن در مورد حراب شنلوخ و تبری تقادش که در این ایام بسیار شاد و خوشحال بودند و شادی از سر و روشون میبارید و میگفتن اگر انسان میدونست مقام این روزها و ایام رو اصلا وقتش رو تلف نمی کرد، حتی فرصت نمی گذاشت و زمان نمی گذاشت که خوراکی رو به دهانش وارد کنه، چون هر لحظه در این ایام برای اصلاح عمل و کفاره گناهان بهره و سود خواهد داشت و می تونه مؤثر واقع بشه. در زمان ربی خیم پلاجی زسل موقعی که هفته های شواویم فرا می رسید همه مردم دارای شور و حال خاصی بودند در ورود به این ایام و مردم شروع می کردن به گرفتن تعنید، هر کسی بر طبق اون توان و نیرویی که داشت، و اونها از این موقعیت نهایت بهره و استفاده رو می بردن. البته امروز ما بیشتر تأکید داریم روی آموزش تورا و اضافه کردن اون و همینطور بتونیم خصلت‌های خودمون رو تغییر بدیم، بتونیم میسوه‌های دیگری رو بلی ندر بر خودمون بپذیریم و این قطعاً از تعنیت میتونه مؤثرتر واقع بشه. هر قدم و تلاشی که انسان در این ایام برای کاوده هشم و نزدیکی به هشم انجام میده انسان رو موفق میکنه به تیغون بزرگی بر تمام گناهانش و میتونه لطمات و دردها رو از خودش و خانوادش و جامعه دور کنه. حالا مصافی میفرمایند بعد از اینکه انسان فکر کرد و دقت کرد و پیدا کرد که چه موردی رو او کوتاهی کرده، شاید اون مجموعه قریت شمه علمیتا شمه قبل از خواب و اون مطالبی که در کنارش هست قبلش و بعدش، آیا اونها رو با دقت نخونده؟ آیا با توجه به معنی نخونده؟ چون میخواسته به خوابه خوابالود بوده توجه نکرده؟ از این به بعد با دقت بیشتر، با توجه بیشتر اونها رو بخونه و دقت داشته باشه که این قریت شمه علمیتا یک پکیج و مجموعه ایست که بسیار ارزشمند و حتی برای تیغون آوونه قری میتونه مؤثر واقع بشه. همونطوری که همه ما میدونیم این ایام بلعخص برای گناهانی که انسان در جوانی انجام داده یا گناهانی که مربوط میشه به مسائل جنسی بسیار مؤثره و توبه و تشوبه از اینها میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. اگر خدایی نکرده با بریت خودش آوانی کرده، ایسور میخشو لغزشی براش پیش اومده یا اینکه نگاهاش درست نبوده، قطعا در این ایام با توبه، تشوبه و برگشت میتونه اینها رو پاک کنه و اون گناهی که در دستش بوده کنار بگذاره و از اونها به سوی هشم با دلی شکسته برگرده.
اما گیده قادش میمیزریش میفرماید که ایشون از تلمید آرا برشم توب حقادش بودن. مقام ای ایام اونچنانیست که هر نکته معنوی، خواسته هایی که معنویست برای رسیدن به خدا و اجرای میسوت هشم، یا خواسته های مادی به راحتی میتونه به دست بیاره و در دسترسش قرار بگیره در ایام شواویم. اینک اگر تو موفقیت میخوای در آموزش هات، میخوای در عبادت هشم پیشرفت کنی و تفیلای تو مقبول بشه، هر خواهشی چه معنوی و چه مادی داری میتونی در این ایام با تفیلا و راز و نیاز درگاه هشم از او بخوای و بهش برسی. ایام شواویم زمان بسیار مساعدی است برای نجات، برای شفا. حتی اگر به طور طبیعی این انسان شفا پیدا نمی کنه و از دست دکترها هم کاری بر نمیاد، ولی اقادش باروخو رفه کلباسار و مفری لحسود اوست که دکتر و شفا دنده هم است. و در این زمان ما میتونیم با توسل و توکل و راز و نیاز و تفیلا و تشووا و آموزش تورا به سلامتی کامل برسیم. تمام سفره قبالا بحث میکنن در مقام و قدوسیت این ایام که به هر شفایی میتوان در این ایام دست پیدا کرد. همینطور بر تیفره تهرون زخر صدیق لیبراخا مینویسه که ایام شواویم ارزش دارن چون ده روز توبه و این زمانی است که تفیلای انسان مقبول میشه، مثل ایامی که از روش هاشانا تا کیپور این چنین ارزشمنده. و اگر میسوایی در دست تو سست شده و کوتاهی کردی در اون، الان زمانی است که اون رو کاملش کنی و اصلاحش کنی. اگر شنای میقراوه خاطر ترگم رو نخوندی، شروع کن به خوندن هر چقدرش که میتونی. و همینطور شبات رو زودتر قبول کن، تفیلای مینخای عصر جمعه رو زودتر برگزار کن و چند دقیقه‌ای شبات رو زودتر بپذیر و قوانین شبات رو سعی کن به خوبی یاد بگیری که میتونی بدین وسیله در نگهداری شبات پیشرفت کنی و این تیغون بزرگیست برای شبات هایی که در گذشته خدایی نکرده کوتاهی کرده. خیدا عقادش مینویسه که اگر انسان به مقام پایینی رسیده و از نظر معنوی در درجه پایینی قرار داره، اگر در این زمان نکته کوچکی را حتی برای تیغون نشاماش به دست بگیره و عمل کنه، بلی ندر بزرتشه، میتونه تغییرات زیادی رو در شامعیم برای خودش به وجود بیاره. و بل او ویستاید مفتا مینویسه که ایام شواویم همچون شهرهای میقلات هستند که انسان رو از هر لطمه و ناراحتی و مشکلی نجات میدن. کسی که در شهر میقلات قرار داره محفوظه و آسیب نمیبینه و میتونه خلاص بشه از هر گونه لطمه و خطری، حتی اگر این خطر غیر طبیعی میتونه بر او وارد بشه، خداوند نیز او رو محفوظ و در پناه خودش نگه میداره. خداوند برگ تازه‌ای رو برای ما باز میکنه، دفتر جدیدی رو باز میکنه برای هر یهودی در این ایام. و ما تقبه گفته ربوتن و همه قبالیم، در ایام شواویم ما میتونیم یک موجود جدید، یک مخلوق جدید، مثل اینکه تازه از مادر زاده شده باشیم. و پاسخ میفرماید شوبانیم شواویم، ای فرزندانی که آوون کردید برگردید و توبه کنید که موقع برگشتن و آغوش گرم عقادش باروخو باز برای پذیرفتن ما. و در خاتمه هاراو مصافی میفرمایند که قابل وصف نیست حتی یک حرکت کوچک، یک محکم شدن در ایمان، یک پیشرفت کوچک در این ایام به طرف هشم ارزش و مقام زیادی داره. و خانم ها نیز در این ایام میتونن مثل آقایون پیشرفت های خودشون رو در معنویت افزایش بدن و با نزدیکی و تقرب به هشم انشاءالله با توبه و تشوبا انشاءالله سلامتی کامل، آینده خوب و زندگی پر از شادی داشته باشیم و به زودی زود همه ما به دیدار ملخ ماشیخ نائل بشیم.